همایش این کار رو به اتفاق طبیعی نیست، اینطور جهانی شد، کار خدا. اسرائیل ده ها وبسایت واکنش های منفی نشون دادن به عبری و عربی و انگلیسی. روزنامه گاردین حارس اسرائیل مقاله نمیشن در موردش کار. در ایتالیا کلیسای روم واکنش نشون داد به هماشیشی خارج. در هلند دانشگاه لایدن یک کرسی جدید تأسیس کرد به اسم علی اصغر شناسی که برید ببینید کی بوده این بچه 6 ماهه که ده ها و بلکه صده ها هزار نفر رو در دنیا داره دور هم جمع میکنه. در هلند 3 تا دادگاه بین‌المللی از جمله لاهه اعلام خطر کردن برای این همایش، گفتن مراسم شیرخوارگان رنجش عواطف جامعه اروپایی را به دنبال دارد. تو عربستان در دانشگاه محمد ابن سعود این وهابی ها و تکفیری ها جمع شدن یک همایش درست کردن مثل تحریف تاریخ عاشورا. بیانیش این شد: ایاکم العالم ایت علی اصغر، برحذر باشید از این همایش جهانی علی اصغر. من از هندی ها پرسیدم، طرف هندو بود، کربلا رو میشناخت، گفتم از کربلا چی میدونی؟ گفت علی اصغر. این به دم المظلوم که میگن وقتی دعا میکنم میگم مراد از این دم المظلوم خون ابا عبدالله هم نیست، این اون خونیه که زمین بر نگشت، چون اگه بر میگشت زمین و زمان بر میگشت. این مراد خون گلوی علی اصغره که از سخت ترین قسم های عالمه، خون به ناحق ریخته شده علی اصغر. نقطه عطف اتفاقات عاشورا رو اون تیر استشعبه میدونم که خورد به گلوی مطهر علی اصغر. علی اکبر اگر کشتن توجیه داشتن، گفتن جوون رشید اومده با اون بجنگه. عباس ابن علی رو اگر کشتن توجیه داشتن، گفتن یه گل رشیدی بود، یه پهلوان رشیدی بود، نکشیمش. آب و بستن توجیه داشتن، گفتن آب برسه اینا قدرت بدم کنن خوب می جنگن، آدمامون کشته میشن، نبندیم آبو. تنها چیزی که هیچ توجیهی در طول تاریخ هیچ جا نداره اون بچه 6 ماه. شما این بچه که الان جان شماست به بند دلتون گره خورده، فقط یه خورده یه چیزی تو گلوش گیر میکنه، نمیدونید چجوری دست باچه میشید که نکنه خفه بشه. گریه میکنه، بعد از این بچه هاست گریه میکنه، نفسشون میگیره، نمیتونن نفس بکشن، چونان استرس میاد تو وجودت، میگه که این گریه میخواد ختم بشه. حضرت فرمود این بچه که با شما جنگ نداره، شما با من داره میجنگید، این ندارید، مسلمون نیستید، امینا آدم که هستی که بابا این که شمشیرم تو دستش بگیره که به این آب بدید. فرمود تفلم داره تلزی میکنه، تلزی تو زبان عربی به اون باز و بسته شدن دهن ماهی میگن، ماهی رو از آب انداختی بیرون دهنش باز و بسته میشه دیگه، دست و پا زدن افتاد آروم، فقط دهنش باز و بسته میکن، اگه برش گردونی تو آب بازم میمیره. یعنی شما چه آب بدید چه آب ندید چیه؟ تمام کار. چون ملعون تیر رو روانه کرد به سمت گلوی این 6 ماه، گفت پدر رو بزنم یا پسر رو؟ گفت هر دوتا رو بزن، یعنی بچه رو بزن. که وقتی ابا عبدالله حلم ناصر یرسورونی گفت خوش تکون داد، بگیم اگه بچه 6 ماه چیزی میفهمه. زمانی که اصحاب کهف داشتن میرفتن تو غار، یه حیوانی اون بغل بود، درسته؟ ولشون نمیکرد. وقتی نور حقیقت میتابه، اشیاء و جمادات و حیوانات و گیاهان حرکت میپذیرن، چه برسه به انسان ها این کجا؟ این که پاره تن رسول الله، ایشون حلم ناصر ینصرونی بگه بچه 6 ماهی که از نسل خودش تکون نخوره، اینقدر تربیت یک انسان مؤمن اهمیت داره که من به شما عرض بکنم طوفان نو 950 سال وعده آمدنش طول کشید،
950 سال. یکی از دلایلش این بود که هنوز در بین برخی از این کفاری که اینو کنار تو هستن، بعضشون قراره یکی دو تا نسل بعد یه بچه خوب بدونه. اینقدر اون مهمه، نمیتونیم الان ننه باباشو بکشیم، اون باید به دنیا بیاد. کار به یه جایی رسید که در قرآن میگه خداوند متعال فرمود دیگه بعد از این از اینها جز کافر به دنیا نمیاد. حالا وقت عذاب. اگر ما متوجه میبودیم که چقدر اهمیت داره تربیت فرزند، شاید واقعا این رو اصل رو میذاشتیم اولویت همه کارهامون. در اسلام فرزند آوری و تربیت فرزند به جرأت میتونم بگم از اصلی ترین کارهاست. نسل بعدی دست خانم‌ها این جامعه است. زنان به لحاظ آمار نصف جامعه، به لحاظ آثار همه جامعه. هیچ کسی نیست که متأثر از تربیت مادرش نشه. در انگلستان 7 همایش برگزار کردن، یه بیانیه‌ای دادن، گفتن اینا رو جمع نکنید هیچی از غرب باقی نمونه. هر یه همایشی که چند تا مادر دارم جمع میشن، بله 7 جلسه تو انگلستان. تو فرانسه تو دانشگاه سوربن جمع شدن دوره هم اندیشمندانشون، دانشمندانشون که آقای چه اتفاقی داره تو دنیا میافته. این زنانی که بچه های کوچیکشون رو میگیرن دستشون جمع میشن تو گل دنیا و یک شعار میدن و میگن ما اینو داریم نزد توی امام زمانمون میکنیم این بچه رو، بشه تاوید که علی رغم اهداف ما الگوسازی نسل‌های متمادی در حال معرفی بشه. میگه بدوید، برعکس اون چی که ما میخواستیم داره یک الگوی جدیدی برای تربیت نسل شکل میگه. این بچه یکی دو ساله که برداری میری توی همایش شیرخوارگان فرانسه 15 تا مقاله حداقل توی روزنامه هاشون و وبسایتشون زدن. تو آمریکا تجمعات شیطان پرستا سیتنیستا تجمع برگزار کردن، همایش شیرخوارگان رو محکوم کردن. خواهی بچه 6 ماهی که ترس نداره که، اینا از چی میترسن؟ نه ترس داره، متوجه نیستید، خیلی ترس داره، از 100 تا بمب اتم خطرناک داره. اون بچه 6 ماهی 1400 سال پیش هم ترس داشت، خیلی ترس داشت. ترس نداره بعد 1400 سال هم شما داره به یزید فوش میدی؟ خب ترس داره، راست میگن اینا، حق بهشون میدن، ترسیدن که بخوام باطل خودشون از بین نره. از خدا بخواد که تربیتشو بر عهده بگیره، بخواد کمکتون کنه، خدا عنایت بکنه و این بچه‌هاتون رو خدا سربازان امام زمان الان قرار بده. و تا سرباز نباشه ظهوری شکل نخواهد گرفت، چون خدا میخواد عاشورا دیگه تکرار نشه. به دم المظلوم عجل ولی کل فرج و جعلنا من خیر اوانه و انصاره و شیعته. خداوند تو رو سوگندت میدیم که این فرزندان ما رو به عنوان سرباز در رکاب امام زمانمون از ما بپذیر.